سطوح رو کاملا تشخیص میده، نقاط آلوده و انسانهایی که به این ویروس آلوده هستن. اقتصاد دنیا رشد اقتصادی به طور متوسط منهای 3.4%، در ایران ما بالای 2% مثبت هست. این نشون میده که کار دولت کار عظیم و بزرگی بوده. دلیل قاچاق ارزونیه نه گرانی. رئیس این دولت پایه زندگیش بر اساس دروغه، دکتراش تقلبیه، درس حوزویش تقلبیه. بله، این آخوندی که این گونه دست روحانی رو رو میکنه، حمید روحانی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و البته از باند خامنه‌ایه که برای به در بردن خامنه‌ای روحانی رو اینطوری سکه‌ای پول میکنه. اما آیا موضوع به روحانی محدود میشه؟ اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن. خب تا اینجا نمیشه ایرادی گرفت، اما همون زمانی که خامنه ای این دروغ رو میگفت، زیر دستش اینجوری دستش رو میکنه. در مورد پنهانکاری و دیر اعلام شدن، همین زمان ورود به ویروس به ایران هست. ملاحظاتی که داشتم ملاحظات سیاسی بوده، به لحاظ خوب سالگرد انقلاب و انتخابات مجلس. آیا خامنه ای نمیدونست؟ چرا؟ خیلی خوب میدونست. این هم فقط حرف ما نیست، حرف خودشون هم هست. مگر میتونیم ما تو این کشور کاری رو بکنیم بدون اینکه گزارش بدیم؟ داره میگه ما بدون گزارش و اجازه خامنه ای آب هم نمیخوریم. حالا همین ظریف که اینجا در جنگ و دعوای باندی دست معاون رو میکنه، خودش کسیه که در همه دنیا به مالکش اعظم معروفه. یعنی کارش تولید دروغ و گفتن دروغ برای رفع و رجوع کردن تروریسم رژیمه. این هم باز فقط حرف ما نیست. اگرچه مقاومت ایران از 40 سال پیش به این طرف این رو گفته و تأکید کرده، اما حالا خودش هم اخیراً در جنگ و جدال باندی به نقش مالکشی خودش خوب اعتراف کرده. عرض کردم که دنیا داره میگه موشک خورده. اگر واقعاً موشک خورده، بگیر ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. بنابراین سوال این است که آیا این میزان از دروغگویی در یک نظام سیاسی، که البته اینهایی که در این برنامه به اون اشاره شد فقط نوک کوه یخ و اون هم در یک محدوده زمانی کوتاه انجام شده، میتونه بدون توجیه سیستماتیک و در مورد رژیم ولایت فقیه بدون توجیه شرعی و ایدئولوژیک انجام بشه؟ و اگر پاسخ منفیه، از کجا نشأت گرفته و روی چه منطقی سوار شده؟ پاسخ به این سوال رو در سلسله برنامه‌هایی با عنوان نقش دروغ و بهتان در نظام ولایت فقیه که شما اولین قسمت اون رو مشاهده کردید خواهیم داد.